همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو ما را همراهی میکنه. آخرین اخبار در اسرائیل چی هست از واکنش ها به برجام بابک؟ باید گفتش که آنچه که تا دو سه روز پیش در اسرائیل ارزیابی میشد که تا چند هفته دیگه امکان داره که برجام امضا بشه، مثل اینکه تغییر کرده و رسانه‌های اسرائیلی امروز میگویند که این امکان وجود داره که توافق احیای برجام به بعد از ماه نوامبر و بعد از انتخابات کنگره در آمریکا موکول بشه. سه دلیل در این رابطه ذکر کردن. ابتدا این امکان وجود داره که فشار مقامات امنیتی و اسرائیلی در هفته‌های گذشته اثر بخش بوده. گانس برای بار دوم در عرض دو هفته فردا به واشنگتن سفر خواهد کرد. داوید برنیا رئیس موساد هفته پیش در واشنگتن بود. معلوم نیست آیا مدارک جدیدی هم در این سفر به مقامات سیاسی در و امنیتی در ایالات متحده ارائه کرده یا نه. مشاور امنیت ملی اسرائیل خولتا هم در واشنگتن بود در دو هفته پیش و تلاش کردند که در بر روی توافق تأثیر گذار باشند. دلیل بعدی این هستش که ایالات متحده بیم داره که عجله برای دستیابی به توافق به هر قیمتی به شانس حزب دموکرات در انتخابات کنگره ممکنه که آسیب برسونه و همین دلیل ترجیح خواهد داد که این توافق را بعد از 8 نوامبر یعنی بعد از انتخابات در کنگره به تعویق بندازه. حتی در اون زمان هم هیچ اطمینانی وجود نداره که سریعا پس از اون امضا بشه و امکان داره که حتی به ماه ژانویه هم این مسئله طول بکشه. در مسئله سوم جواب پیشنهادی هستش که جمهوری اسلامی به آمریکا در رابطه با برجام داده و ایالات متحده اعلام کرده که این پاسخ خوبی نبوده و بعید به نظر میرسه که این سناریو عملی باشه. با این حال منابع اسرائیلی به اسرائیل حیام گفتن که در هر حال امضای توافق برجام حتی اگر جمهوری خواهان که طبق نظرسنجی ها اکثریت مجلس نمایندگان و سنا را در دست خواهند داشت، در کنگره این اکثریت را هم به دست بیارن، باز دولت جو بایدن به احتمال بسیار بالای موفق خواهد شد که توافق را در کنگره و سنا به تصویب برسونه و حتی اگر مذاکرات تا سال 2023 یعنی تا ژانویه سال دیگه هم ادامه پیدا بکنه، در هر صورت جو بایدن میتونه که تصمیم کنگره را وتو بکنه. به نظر میاد که توافق در اسرائیل اینجور به نظر میاد که توافق به امضا خواهد رسید اما در آینده ای نزدیک. از توضیحات ممنونم همکارم بابک اسحاقی که از تل‌آویو با ما همراهی میکردیم.